أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. خب، درباره حضرت زهرا سلام الله علیها فراوان شنیدید، فراوان منبر رفته شده، شعر گفته شده، مقاله و کتاب نوشته شده. یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن توی یکی از فرمایشاتشون، فرمایند حضرت زهرا معمای ناگشوده ذهن بشر است. معمای ناگشوده ذهن بشر. بعد توضیح میدن، فرمایند یک زن جوانی با این سن و سال و این همه کمالات، و بعد نکته ای رو اشاره میکنن که هیچ کمالی مانع از اعمال کمال دیگر نشد، اگر عابد در این حال مجاهد، اگر مجاهد در این حال مدیر خانه است، اگر برای پدرش دختر، در این حال برای همسرش همسره، برای بچه هاش مادره. یعنی این خیلی مهمه، این جمله، که یک زنی با این همه کمالات، اونم سن مثلا 18 20 سال و 20 چند سال، نهایتش تا 28 سال که بیشتر نگفتن. خب، یکی از سوره هایی که هم اهل سنت نوشتن هم شیعه نوشته، حتی آلوسی در تفسیر روح المعانی اینو اشاره دارد، این سوره مبارکه هل اتاست، که پنج ویژگی این خانواده و حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان کرد. همتون شنیدید، بارها خوندید، منتها یه نکاتی توشه، من اون نکات رو میخوام عرض کنم. دیگه قرآن اینطوره دیگه، شما صد بارم که بخوانید، دفعه 101 یه مطلب جدیدی پیدا میکنه. اولا میدونید این سوره خیلی توصیه شده به خواندنش در صبح‌های پنجشنبه. در روایت داریم کسی استمرار بر خواندن سوره هل اتا در یوم خمیس داشته باشه، در جوار رسول خدا خواهد بود، و یکی از خاصیت‌های این سوره اینه که آرامش میاره. حدیثه آرامش روحی میاره. ولذا علی ابن موسی رضا علیه السلام هر دوشنبه و پنجشنبه تو نماز صبحشون سوره هل اتا میخوان. هست تو متن روایت، تو تفاسیر مجمع البیان ببینید داره. هر دوشنبه و پنجشنبه علی ابن موسی رضا این سوره رو در یکی از سوره های نماز صبحشون قرائت میکردن. خب، داستان معلومه دیگه، داستان بیماری امام حسن و امام حسین، توصیه پیامبر به نذر روزه است، و اون داستانی که به هر حال منجر به اطعام نان به مسکین و یتیم و اسیر شد. اما اون پنج ویژگی که خدا تو این سوره از این خانواده بیان کرده، و این سوره میدونید که روز نزولش الان تو جمهوری اسلامی روز خانواده است، روز 25 ذی‌حجه به عنوان روز خانواده نام برده شده. شبهاتش هم چندین پایان نامه و کتاب کار کردن و جواب دادن دیگه، به قول خود پنبه‌ای زده شده که مکی مدنی این فلان، همه رو جواب دادن، پایان نامه های متعدد کار شده. برادران عزیزان، در این سوره نخستین ویژگی این خانواده رو می‌فرماید یوفون به نذر، وفای به نذر.
ببینید یکی از چیزهایی که ما الان خیلی ازش غافل شدیم درمان بیماری ها و گرفتاری ها با معنویت. هرگز هم نمیگیم که این جای کار پزشکی رو میگیره. خب بچه شما مریض ببر دکتر. ولی پدر و مادر یه روز روزه بگیرید برای شفاش. این سوره اینو میگه دیگه. نظر به روزه برای شفای فرزند دیگه. شما تاریخ رو نگاه کنید. من یه وقتی نشسته بودم جمع‌آوری کردم. حالا الانم یاد داشتم هست. مواردی که اولیاء ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما نظر درمانی کردن. حالا معنویت درمانی، نظر درمانی، حتی غیر شیعه. مثلا این شبلنجی، این عالم اهل سنت مال مصره، شبلنج مصره، این میگه من چشمام، خودش نوشته، الان آدرسش هم عرض میکنم، چشمام یواش یواش رفت به کم فروغی، دیگه اصلا مطالعه نمیتونستم بکنم. اطباء مصرم گفتن این ضعیف شده دیگه، اون سیستم بینایی و کاری هم از ما نمیاد، قابل عمل و اینا نیست. میگه بلند شدم و آمدم کنار قبر نفیس خاتون، دختر نوه امام مجتبی، دختر زید ابن حسن ابن علی است، نوه اونه، عمه حضرت عبدالعظیم، زن خیلی با کرامتی است، خیلی بهش اعتقاد داره، عروس امام صادق. گفتم بانوی بزرگوار، من نذر میکنم اگر چشمم شفا گرفت، نورش برگشت، یک کتاب راجع به 14 معصوم بنویسم، همه ائمه، حضرت زهرا و فرزندانش و همسرش. ایشون میگه یواش یواش این نور برگشت، چشمم خوب شد. ایشون یک کتابی نوشته، دیدید لابد، نور الابصار، اسمش هم همین گذاشت، نور الابصار، درباره زندگی اهل بیت، ترجمه هم شده. شبلنجی خودش تو مقدمه میگه این کتاب نذر شد به خاطر. پس ببینید نذر برای بیماری میتونه کتاب باشه، یه نمونش روزه باشه. اینا رو چیزایی است که مردم یه مقدار فاصله گرفتن باش، باید دقت بشه. من پریشب اصفهان عرض کردم، یه جای جلسه سنگینی بود، گفتم آقا شما این همه برای امواتتون خرج میکنید، الان یا خانم این مدتی قبل، هفته پیش از دنیا رفته بود، گفتن آوردن شیخان دفن کنن، 400 میلیون قبرم داشتن. من به اون پسرش گفتم خب این پیرزن رو ببرید بقی، ببرید یه جای دیگه، 400 میلیون بده به من، من به 400 تا طلبه بدم، به 400 تا نیازمند بدم، 400 تا ختم قرآن برای مادرت بخونن. همکار اون را میفته، همکار این را میفته، هم ثواب داره. ختم قرآن، او قوقا میکنه، حضرت زهرا میگه برای من قرآن بخونید، اقرا علی القرآن، 400 تا 500 تا توان داری که شما بده، هم ثواب قاری میبره، هم ثواب میت میبره. اینا رو باید گفت به مردم. بعد از منبر چند نفر رو باید من مراجعه کردن، آقا اصلا ما غفلت کردیم، بابامون فوت کرده، تو حالا به ذهنمون نرسیده چند تا ختم قرآن براش بگیریم. نظر ببینید، مرحوم فیض الاسلام یه کتابی دارد به نام خاتون دو سرا، همین فیض الاسلامی که نهج البلاغه رو ترجمه کرده، میگه من یه میماری لاعلاجی گرفتم، خیلی حالم بد بود و متوسل شدم به زینب کبرا سلام الله علیه، گفتم بانوی بزرگوار اگر من از این بیماری نجات پیدا کنم، نذر میکنم یک کتاب درباره شما بنویسم. خوب شد و این خاتون دو سرا رو نوشت، یوفون به نذر. این که پیغمبر میاد، حالا اینا به هر حال امکاناتی هم که نداشتن، بچه هم مریضه، شبم با آب افطار کردن، ولی توصیه میکنه به سه روز روزه برای شفای امام حسن و امام حسین. حالا شما در سیره علما و بزرگان، من دو نمونهشو خدمت شما فقط عرض کردم، ببینید که شخصیت‌ها و بزرگانی که گاهی از همین طریق کتاب‌ها نوشتن، آثار نوشتن، برای بیماریشون نذر کردن این کتاب رو بنویسن، این کتاب‌هایی و آثاری، اینها یکی از ویژگی‌های این خانواده است، یوفون به نذر. ویژگی
دوم این خانواده که ویژگی کلیدی و اساسی است اخلاص. انما نطعمکم لوجه الله. خیلی مفسرین تو کلمه وجه الله شلوغ کردن، بحث کردن یعنی چی. فخر رازی میگه یعنی ذات خدا، بعضیا گفتن وجه الله یعنی آثار خدا. ما وجه صورتمونه دیگه، ما رو که میبینن با صورت. الان یه بدنی اگه سر نداشته باشه شناخته نمیشه. همین شما الان یه چیزی بیاندازید، ماسک بزرگی بزنید، نمیشناسه کسی شما رو. با سینه و پا آدم شناخته نمیشه، آدم با سر شناخته میشه. وجه ما صورت ماست، خدا هم با این آثارش شناخته میشه. وجه الله یعنی آثار خدا، گفتن بعضی مفسر. شاید یکی از معانیش که مرحوم علامه و دیگران هم دارن، و یبقا وجه ربک، اون کاری که به خاطر خدا باشه. اون ببینید به ائمه میگیم، میگیم عین الوجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. ائمه وجه الله هند، کارشون هم به خاطر خداست. انما نطعمکم لوجه الله، چون اونی که میمانه همینه. قرآن میگه کل شیء هالک الا وجهه. خب به قول آجای قرائتی میفرمود اون نخ اسکناس اگه نباشه اسکناس ارزش نداره. این اخلاص نخ عمله. سر من اسراری بل اخلاص یکون الخلاص. خیلی اگه آیه آدم بیاد بخونم قشنگ در سوره مبارکه نحل آیه 66 اگر اشتباه نکنم، خدا وقتی میخواد چارپایان رو معرفی کنه میفرماید ان لکم فی الانعام لعبره، از این چارپاها عبرت بگیرید. بله حیوان هم میتونه الان گوشتش کیلو 200 خورده ای باشه، آدم بره بخره اگه توانش برسه، اگه نتونسته حداقل نگاه کن بهش عبرت بگیر. حیوان این گوسفند قابل عبرت، که اون عبرتش پول نمیخواد، خرید گوشتش پول میخواد. این حیوانات به دو تا درد میخورن، بلکه به سه تا درد میخورن. قرآن میگه حیوان، این گوسفند، این شتر، این گاو به سه تا درد میخوره. یکی بخورید، کلو حلالا طیبه، هر که وسعش میرسه. اما اون دوتاش دیگه پول نمیخواد، میخواد بالا بره پایین بیاد گوشت. اون دوتا قابل استفاده است. یکی ولکم فیها جمال هین تریحون و هین تسرحون. زیبایی کار این گوسفند که صبح از آغل میاد بیرون، شب تو آغل برمیگرده، حرف چوپان رو گوش میده، وقتش رو استفاده میکنه، بهینه استفاده میکنه، علف میخوره، شیر میده. این یکی از استفاده هایی که از چارپا ها برده میشه. جمال، فقط سر تا سر قرآن یک جا کلمه جمال اومده، اونم راجع به چارپایانه. آیه 6 سوره نحل میفرماید این جمال رو نگاه کنید شما. اینها من دیدم تو روستا این چوپان ها دیگه حال ندارن این گوسفندا رو بیارن تو آغلشون، اول روستا ول میکنن، یعنی برید هر گوسفندی تو آغل خودش میره. اینا جمال، یاد بگیرید. چرا جوان صبح خونه میاد برون، شب یه جا دیگه است، آقا صبح میاد برون، شب همه سر خونه خودشون، زندگی خودشون. این حیوان من یه وقتی نوشتم، حالا یادم نیست، چقدر از این آیه حرف بیرون میاد. چرا این گوسفند جماله، درش جماله، در بازگشتش و در رفتنش. خب این یکی از ثمرات، یکی از ثمرات انعامم قرآن میگه عبرته. ببینید این حیوان سیرابی داره که این غذا توش هضم میشه. دیدید وقتی سیراب گوسفند رو باز میکنن خیلی بوی کثافت میده، باید دور بریزید. کثافت دیگه، آلودگی. و خونی داره. قرآن میفرماید من بین فرث و دم لبن خالصا. میخوام اخلاص رو برای شما معنا کنم. یه شیر سفید بین فرث، فرث رو مدفوع نباید معنا کرد، یعنی غذای جویده شده، همون سیراب، محتویات سیراب. دو تا ناپاکی، یه پاکی هم وسطش میاد. من بین فرثن، از میان این محتویات سیراب، و دمن لبنن خالصن، که لذت داره برای شاربین، نه خون تو این شیره.
نه آشغال تو این شیره، تمیز. خداشناسی یعنی این. آقا من پالایشگاه رفتم، عسلویه مثلا 1000 تا 100 تا مهندس و دستگاه و بگیر و ببند میخوان یه بنزینی از نفت استخراج کنن، یه چیزی چجور خدا تو بدن این حیوان، اینا که میگن خدا نیست، خیلی زور داره. آخه شما به نگاه کن چه سیستمی تو بدن این حیوانه که من بین فرسن و دمن لبنن خالصا، یک شیر خالص از میان این ها میده بیرون. اخلاص یعنی این، یعنی لبنن خالصا. تو دنیا ریاست من بین فرس و دم دنیا ما رو نگیره، ریاست آلودت نکنه، مسئولیت آلودت نکنه، پول آلودت نکنه، لبنن خالصا. این عملی که انجام میدید چون فلانی میبینه، چون فلانی دعوت کرده، ابدا. من بین فرس و دم. دومین ویژگی صدیقه طاهره این بود، انما نطعمکم لوجه الله. حالا من خودم عرض میکنم، ماهای وقتی تو دلمون به زبونمون نمیاد، دوست داریم یکی تشویقمون کنه. آیه میگه لا نورید، و تو دلشون هم اینا همچین چیزی نبود، جزا انولا شکورا. یه وقتی آجاهای قرائتی میفرمود که من آقای امیرزاده، آقای تهرانی به من گفتن بیا مشهد برای این طلبه ها آموزش بده این کار تو، این کار با تخته و اینا رو. گفتم گفتم من قربتن الله تصمیم گرفتم پولم نگیرم، یک سال برم مشهد به اینا درس بده. گفتم امام رضا خودت کمکم کن، تأمین کن زندگی. من گفت زندگی ما ایشون دو جمع کردم و مشهدم یه جای اجاره کردم و روز اول هم تو حرم گفتم آقا من پول نمیگیرم، برای خدا این طلبه ها رو را میندازم که بتونن به این روش کلاس داری کنن. فهمدن یک سال توی مسجدی مرحوم امام رضا تهرانی برای ما در نظر گرفتند و ما هم درس میگفتیم و بعدم میرفتیم منزل. فرمودن یکی از این روزایی که میرفتم 3-4 تا از این شاگردا طلبا جلوتر از من بودن، یکیشون برگشت به من یه نگاهی کرد و رفت. تو دلم گفتم خوش انصافی، تشکری، یه قدردانی، من استاد تو بودم، لااقل بفرمایید جلو. اون رفت، میگفت اومدم به خودم دیدم نه، من اخلاص 100% ندارم، لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا نیست. تو دلم میگفت اومدم خدمت امیرزاده های تهرانی، قصه رو تعریف کردم، میگفت اونقدر این پیرمرد گریه کرد، اونقدر گریه کرد. گفتم آقا به خدا من نمیخواستم شما ناراحت کنم. گفت نه، خوش به حالت زود بهت فهمودن، تو جوونی فهمیدی اشکال کار تو، من پیر شدم، خوش به حالت تو جوانی، خیلی مهمه. صدیقه طاهره اصلا کارهاشو شما نگاه کنید تو زندگی دیگه، انفاقش، اطعامش، ضیافتش، عبادتش. آخه بی خودی که کسی رشد نمیکنه، ترقی نمیکنه. امام باقر فرمود مردم فهم کنن ما با خدا فامیلیم، والله به خدا قسم بین ما و خدا هیچ قرابتی نیست، ما با اطاعت رسیدیم. به جابر فرمود بعضی ها میخوان محب به ما باشن، معصیت خدا رو هم بکنن. این نمیشه. من اطاع الله و احبنا، کسی خدا رو اطاعت کنه ما رو هم دوست داشته باشه، فهو محب بنا، ولی اس الله و احبنا که نمیشه. این خاندان چه ویژگی دارند؟ زهرای مرضیه این آیه مبارکه و این سوره مبارکه هل اتی که عرض کردم، مفسرین مختلف، مرحوم علامه امینی در القدیر، در جاهای دیگه احقاق الحق، ابقات الانوار، که این سوره در شأن این خانواده، اینها چه کردند؟ یک، وفای به نذر، دو، اینها اطعامشون برای خدا بود. نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور. اخلاص حضرت زهرا، ببینید آمده پیغمبر خانهش، حضرت هم نشسته، فرمودن دخترم جبرئیل آمده سلام خدا رو آورده، میگه به فاطمه بگید سلی حاجتک، هر چی میخواد از خدا طلب کن. خیلی مهمه این، یعنی یک در واقع سند سفید، هر چی میخوای سلی حاجتک، وقتی خود خدا دیگه وقت واسطه تو کاره، نه مستقیم به فاطمه بگید سلی حاجتک.
فرمود بابا جان لا حاجت لی غیر نظر الی وجه الکریم، هیچ حاجتی ندارم جز این که توجهم به خدا بیشتر بشه. وجه الله انما نطعمکم. یه زن جوان با این سن سال کم، این اخلاص توی زندگی، اینا درس برای ما، اینا رو نگیم مرور کنیم. ویژگی سوم این خانواده یاد معاده و یخافون یوما کان شره مستطیرا. روایت میگه اگر کسی، این خیلی مهمه عنایت کنید، اگر کسی به یاد معاد باشه کم عمل نمیذاره. عجبتو لمن یعلم ان للاعمال جزاء کیف لا یحسن عمله. ماها اینطوریم دیگه. من چند روزی عسلویه بودم، بعضی از این آقایون از شیراز می آمدن، 3-4 ساعت راهه، 5 ساعت راهه. یکیشون از دوستان منه، بچه‌م داره تو شیراز. گفتم چجوری کار میکنید اینجا؟ گفت دو جور میشه اینجا کار کرد، 15 روز کار 15 روز بیکاری. 15 رو کار میکنیم، 15 رو بریم شهرمون. یه راهش هم اینه 15 روز کار میکنیم، 1 هفته میریم. گفتم خب اولیش که بهتره، که زن و بچه هم گناه دارن. گفت دومی حقوقش بیشتره، 1.5 برابر اون حقوقش. رضا من 15 روز کار و 1 هفته تعطیل. آقا یه کارمند وقت میبینه با 1 هفته مرخصی کمتر مزد بیشتر میگن، 1 هفته از زن و بچهش دور میشه، 4 تومن بیشتر بگیره. وقت به من میگن صف اول نماز جماعت وایسا مثل مجاهد در راه خدا، میرم ته مسجد. میگه برو نماز جماعت ثوابشو کسی نمیتونه احصا کنه، تو خونه وای میسه. میگه برو نماز جمعه، همش از دست میدیم ثواب رو. آقا شب یه وضو بگیر بخواب انقدر ثواب. اینطوره دیگه. یعنی ما گاهی اوقات یه تسبیحات از زهرالنار به جوونا بیشتر باید گفت، شما که الحمدلله عمل میکنید. خب جوان سلامتو میدی پانش رو، یه تسبیحات بگو 1000 رکعت نمازه. پیغمبر فرموده فردا میتونی بخوای ازش. آدمی که یاد معاده ثواب حد اکثری، انقدر به نماز وایساده پاهاش ورم کرده، تورم قدماها. اینطوره. دعاهای روزانه‌ش رو ببینید، دعاهای این صحیفه فاطمیه، خدا رحمت کنه مرحوم ابتهی، آیه قیومی هم نوشته که جمع‌آوری کردن صحیفه فاطمیه، دعاهای ایشونه، انواع دعا داره. این یاد معاد، یاد قیامت. یه وقتی آمد پیش پدر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابتاه این القاک یوم القیامه، ما روز قیامت شما رو کجا پیدا کنیم، مردم شما رو کجا پیدا کنیم؟ گفت دخترم عند باب الجنه، من میرم بهشت دیگه، آدرسم اونجا، هر کی میخواد بیاد اونجا. بعضیا رو اصلا تو جاده بهش راه نمیدن. من که من میگم شما کجا پیدا کنیم، فلان شهر. عند باب الجنه، بابا ان لم القاک هنای، اگه اونجا نشد. فرمود عند الصراط. خب بابا حالا یکی اونجا هم تو اون شلوغی شما رو پیدا نکرد، صراط هم همه رقم آدمی میاد. دخترم اندل میزان. خب بابا اونجا هم نشد. دخترم اندل حوز. حالا رها نمیکنه که. بابا اینا که تو میگی شاید یه عده شما رو پیدا نکنن. گفت دخترم اند شفیر جهنم. خوبه؟ ورودی جهنم که دیگه فقط گناهکار میاد توش. گفت ها حالا خیالم راحت شد، اونجا شفاعت میکنم، اونجا شفاعت میکنم. یعنی فکر گناهکاران امت در آخرین لحظه است که کجا پیغمبر رو. خب شما نگاه کنید آیاتی که هست، نکاتی که هست، حالا من فرصت نیست دیگه نمونه هایی بگم، چقدر تو زندگی این خانواده این یاد معاد، یه آیه عذاب، بارها اینا رو از ما شنیدید شما. بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر گریه کرد، فاطمه زهرا غش کرد، امیرالمومنین گفت کاش مادر منو نمیزاد. این آیه 43 سوره هجر، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب من ام جزء مقسوم. حالا مردم خیلی ساده میگیرن معاد رو، شیطان هم اول دست رو همین گذاشته دیگه، لآتینهم من بین ایدیهم،
امام باقر فرمود من بین ایدیهم، یعنی معاد رو برای مردم سبک جلوه میده. بئس الزاد، حالا همه چی دارم میذارم کنارم یه حدیث، بئس الزاد الى المعاد العدوان الى العباد، بدترین زاد و توشه به معاد ظلم به مردم. بئس الزاد الى المعاد العدوان الى العباد. شما کاسب ظلم کنی، راننده تاکسی ظلم کنی، قاضی فرق نمی کنه، حالا هر کسی تو هر ظلم هر کسی به اندازه خودشه دیگه. یکی میتونه 5000 تومان کرایه اضافه بگیره، یکی میتونه تو حکم جا به جایی کنه، یکی میتونه تو استخدام پارتی بازی کنه. بئس الزاد، رسول خدا فرمود ظلمات میاره. اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیام. زهرای مرضیه رو اگه کسی میخواد بشناسه بره تو سوره هل اتا، این سوره ای که سأل سائلون سأل سائلون هل اتا نص به حق علی، عجبته هل اتا نص به حق علی، نص به حق علی. سوره ای که مفسرین همه نوشتند در شأن انفاق عظیم این خانواده در 25 ذیحجه نازل شد. اینا وفای به نذر دارند، اینها اخلاص دارن، اینها یاد قیامت و معادن. کسی که یاد قیامت و معاده زود میگذره، از پول میگذره، انفاق میکنه، هی جمع نمیکنه. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی معتقد باشه به جایگزین، جایگزین آمده بود بشه پیغمبر، یا رسول الله همسایه منو اذیت میکنه چه کارت داره؟ گوه های درخت خرمایی داره، این خرمایش تو خونه ماست، گاهی میفته بچه همان بر میدارن میاد نارو میزنه اذیت میکنه، از دهانشون بیرون میکشه، من که حریف بچه هم نمیشم. حضرت فرمود برید بهش بگید. آمد فرمود این درخت خرما رو من بفروش، من جای دیگه خور درخت خرما بهت میدم. گفت نه این جنسش خیلی خوبه، با اون خرماهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. فرمود این درخت خرما رو به من بده، من یه درخت خرما تو بهشت بهت میدم. گفت او نقد رو بدم نسیه کوالا بهشت. و شد رفت. ابو دهده زرنگ ایقن بالخلف، میفهمه معاد یعنی چی. آدم دا بفهمه معاد یعنی چی، وقت نمیگه وقتی گوسفند کشته شد همین قدش برای خودمون موند، نه همین قدش رفت، اونایی که دادیم موند. بفهمه آدم این حرفو نمیزنه به پیغمبر، زنه پیغمبر بود یار اصلا همین قدش موند، فرمود نه همین قدش رفت. گفت آقا من به همین قیمت اگه از من میخری من میرم برات درخت جور میکنم. حضرت فرمود برای بتام میخر. رفت و برگشت گفت آقا درخت رو خریدم. حضرت فرمود چجوری خریدی؟ این که نمیداد. گفت آقا یه باغچه بهش دادم، چند تا درخت دیگه تحریک شد فروخت. حالا قرآن چقدر قشنگ این قصه رو تعریف میکنه. و اما یکیش مال اون اینه، یکیش هم مال اون که نداد. سه تا ویژگی اینه که درخت و خرید، سه تا اونه که نداد. این آقایی که درخت و خرید، و اما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا، ای صدق بالحسنا، قبول داشت احسان و قیامت و اجر رو، فسن و یسره لیسرا. من این آیه رو اینطور معنا میکنم، یک کاری میکنیم دست به خاک بذاره طلا بشه. فسن و یسر و راه رسیدن به پول و سه همه چیزو براش فراهم میکنه. فسن و یسر و للیسر، دو تا یسر توشه. اما اون چی؟ و اما من بخله، گفت او نقد رو بدم نسیه بگیرم. و استغنا، نداد. و کذب بالحسنا، کذب تکذیب کرد، اونم یه یسری براش ایجاد میکنیم. ولی یسر گاهی یسر برای مشکلاته. فسن و یسره للعسرا، کاری میکنیم همهش تو زندگیش گره بیفته، خودش مقصره، گره خود ایزد. این ویژگی سوم این خانواده که اینها معاد ترس بودن. ویژگی چهارم انفاق از دوست داشتنی ها. یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. این خیلی مهمه. جگر درست کرد برای امام سجاد، ایشون جگر خیلی دوست داشت،
یه قدری هم انگور آماده، فقیر اومد، خادم اومد انگور رو برداشت بره، آقا فرمود سب کن جگر رو بده. گفت آقا این برای خودتون درست کردم، خیلی دوست دارید. فرمود خدا میگه اون که دوست داری بده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من اینه، مما تحبون اینه. خودشون نون نداشتن، از شمعون رفته بود، از رد پشم گرفته بود و حضرت زهرا نخ کرده بود و نخو فروخته بودند و با یه مکافات این قضا تهیه شده. ولی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. به قول رهبر انقلاب همین اخیراً یه وقتی سیل همین آیه فرمودن، فرمودن انفاق بی منت، هیچ منتی نذارن، انفاق بی منت، هیچ منتی، اونم از بهترین، علی رغم نیاز. یطعمون الطعام علی حبه. و ویژگی پنجم این خانواده یاد ترس از خدا، انا نخاف من ربنا، که حالا تو آیه قبلیش بود، خوف از خدا. حضرت زهرا سلام الله علیها و این خانواده یکی از آیات، حالا آیات مختلفی در قرآن مطرحه، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه مودت، سوره کوثر، اما این دیگه تقریبا مورد اتفاق. بسیاری از مفسرین نوشتن که در شأن این خانواده و این کار عظیمشون این سوره مبارکه نازل شد. خدایا به همه ما تأسی به این خانواده رو عنایت بفرما. خدایا ما رو در دنیا از دعای خیرشون، از توسل بهشون و در آخرت از شفاعتشون بهره مند بگردان. السلام علیک یا فاطمة الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. در خبر دادن به امیرالمومنین دو تا روایت و دو تا نقل هست، من هر دوشو خدمت شما عرض میکنم. یه نقلی دارد بعد از نماز مغرب، مثل فردا شبی که حالا شام شهادته و روزش حضرت به شهادت رسیده، بعد از نماز مغرب همین قصه که مکرر شنیدید، به اسما چی گفت؟ حضرت هم مسجد بود، بچه ها اومدن، اسما فرمود برید باباتون رو خبر کنید. آمدند و حضرت علی علیه السلام فرمودن به من العذاب عدیک یا بنت رسول الله، و اومدن خونه با بدن بیروح فاطمه مواجه شدند و آماده شدن برای مراسم غسل و کفنش. این یه نقل مال بعد نماز مغرب که دارد که خبر شهادت رو بچه ها بردن به امیر المومنین دادن. یه نقل دیگری مرحوم مجلسی در بهال دارد، بعد از صلات ظهر، حضرت از نماز ظهر برمیگشت، یه سری از این خانومها و جواری و کنیزها رو دید از خانه آمدن بیرون. حضرت دید اینا باکیات دارن اشک میریزن، متأثرن. فرمود مالی اراکن متغیرات الوجوه، چی شده من شما رو میبینم؟ متن حدیث اینه، از استقبلت هل جواری باکیات هازینات. فرمود مالی اراکن متغیرات الوجوه، چرا چهرتون به هم ریخته، چرا عشق میزید؟ گفتن یا امیر المومنین ادرک ابنت امک زهرا، اگه میخوایی با زهرا حرف بزنی زود برو، حالش خوب نیست. ادرک ابنت امک از زهرا، فاقبل مسرعا، با سرعت خودش به خونه رسید. حتی دخل علیها، وارد شد، دید فاطمه حرف نمیزن، فالقل امامه ان رأسهی، امامه را از سر انداخت، نشست کنار پدرش، و اخذ به رأسها و ترکه فی هجره، سر فاطمه را تو دامنش گذاشت. ای صدای زد، فاطمه جان، انا ابن امک علی، من علیم، با من حرف بزن. دو سه مرتبه صدا زد، ففتحت عینیها، یه وقت حضرت زهرا چشما رو باز کرد، و بکت و بکا، او گریه کرد و علی گریه کرد، و بکت و بکا. یه قدری که از گریه گذشت، ظهر بوده این داستان، گفت علی جان پدرم رو خواب دیدم، فرموده اللیلتو اندی، امشب مهمان ملی، آسمان رو سر علی خراب شد. یا
یعنی فاطمه چند ساعت دیگه بیشتر تو خانه من نیست. اللیلت بابا به من گفت دخترم انی مشتاقون الیک الیه یا بنیه، بابا بیا من دلم برات تنگ شد. فاطمه جان چرا پس گریه میکنی تو که خبر ملاقات پدرت رو شنیدی؟ گفت ابکی لما تلقا من بعدی، من برا غربت تو گریه میکنم، برا مظلومیت تو اشک میریزم. بعد شروع کرد وصیت کردن، زود از کنار قبرم نرو، برام قرآن بخوان، بچه هامو تنها نذار، شب غسلم بده، شب دفن. یکی یکی این مطالب رو بیان کرد. از زیر لباس غسلم بده، مرا چه غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. حرفاشو زد، حرفاشو زد. وداع سختی بود بین این دو. عرض کنم یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، شما اینطوری وداع کردی، یه وداعیم ابی عبدالله با جوانش روز عاشورا داشت. نظر الیها نظر آیس، چطور شما به فاطمه نگاه کردی، امامه از سر انداختی، یه نگاهی از پشت سر کرد. شما یه چند جمله بد باشه حرف زدی، اما ابی عبدالله وقتی رسید کنار بدن علی اکبر دید اربن اربا، بدن قابل حمل نیست، قطعه قطعه شده. بعضی نقلا خدا رحمت کنه آقای کوثری اینو میخوند، میفرمود سه مرتبه خم شد صورت رو صورت علی گذاشت. پدرای شهید اینو برای شما میگم، گفت بابا لقد استرهد من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدا فریدا. بابا تو رفتی و منو تنها گذاشتی بابا.